مرساد بروجردی رئیس دانشکده امور بین الملل دانشگاه ویرجینیا تک از لس آنجلس همراه ما. آقای بروجردی، گره احیا با وضع تحریم ها علیه روسیه و شروط این کشور برای آمریکا کورتر شده. به نظر شما سفر آقای امیر عبداللهیان قراره که حول چه موضوعاتی باشه و آیا اساسا شما امیر عبداللهیان رو حریف لاوروف توی این رایزنی سخت می‌بینید؟ با عرض سلام. ببینید، به نظر من بدون شک سفر آقای عبداللهیان در ارتباط با مواضع دقیقه 90 روسیه هست در قبال برجام. یادمون باشه برای ایران کشوری نیست که مثلا بخواد نقش میانجی در بین اوکراین و روسیه رو بازی بکنه. بنابراین ایشون داره میره به روسیه. چرا؟ چون دولت ایران نمیخواد که علناً ابراز نارضایتی بکنه از مواضعی که روسا در پیش گرفتن. بنابراین احتمالاً پشت پرده میخوان چانه زنی بکنن آقای عبداللهیان، ولی به نظر من ایشون نه حریف آقای لاوروف خواهند شد که 18 ساله وزیر امور خارجه روسیه هستند، و ضمناً آقای لاوروف هم میتونه ایشون رو کیشومات بکنه وقتی که خود وزارت امور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه که مشکلات پیش اومده به خاطر امریکاست و نه به خاطر مواضعی که روسا گرفتن. به عبارتی به نظر من خیلی قابل تعجب هست اگه آقای عبداللهیان از این شهامت برخوردار باشه که بخوان به آقای لاوروف بگن تو را به خیر، ما را به سلامت. آیه بروجردی، اعتراضاتی در آمریکا انجام شده از جمله نامه‌ای که سناتورهای جمهوری خواه نوشتن. فکر میکنید که یک سری اطلاعات هم منتشر کردن، فکر میکنید که آیا در نهایت این برجام احیا بشه با توجه به همه این سنگ اندازی ها، حالا بنبست هایی که بوده، آیا واقعا برجام قرار هست احیا بشه یا نه امیدی نیست؟ ببینید، مخالفت این 49 نماینده جمهوری خواه که بدون شک چندین دموکرات هم میتونن بهشون بپیوندن، به نظرم بیشک کار رو سخت‌تر خواهد کرد. ولی یادمون باشه برای اینکه اونها بتونن در سنا رأی رئیس جمهور رو عوض بکنن احتیاج به 60 تا رأی دارن و هنوز به اونجا نرسیدن. اگرچه دو هفته پیش 37 تا سناتور یک نامه امضا کردن و امروز به 49 رسیده، بنابراین تعدادشون از این بابت بالا رفته. به هر حال اینا در 2015 هم با وجود مخالفت نتونستن این کار رو انجام بدن. وقتی به اعلامیه این 49 سناتور گوش میکنیم، نگاه میکنیم در اونجا سه تا خواسته مطرح کردن. یکی عدم توانایی تولید سلاح اتمی ایران است، یکی مسئله محدود کردن موشک های ایران، و سومی مبارزه با ایران به خاطر فعالیت های تروریستیش. خب این شماره 3 و شماره 2 الان در صدر مذاکرات برجام هم نیست. بنابراین من نمیدونم چه شکلی میتونن این خواسته سناتورها رو بخوان مثلا دولت امریکا به جامعه تحقق به اونها بپیونده. حالا دعوا سر این خواهد بود که آیا کاخ سفید با این منطق جلو خواهد رفت که به سناتورها بگه که خب شما این طرح رو، این برجام رو قبلا در 2015 تایید کردین و لذا دیگر نیازی به رأی مجدد کنگره و سنا برای این مسئله نیست. یعنی به عبارت یک راه حلی آیده پیدا بکنن برای اینکه بتونن از شر این مشکلی که امروز پیش اومده گردن خودشون رها بکنن.